خیلی با قلب من صحبت کرد که هر کاری میتونه بکنه. همطور آره. که میدونیم کمونیست رو یه شبه برداشت و خداوند میتونه معجزه کنه. ما تهران بودیم، جاهایی که خوشسالی هست خداوند باران آورد و خداوند حتی امروز هم میبینیم که کاملا در جاها معجزات بسیاری میکنه. بله. و دعاهای مؤمنین، شفاعتهای مؤمنین خیلی کارسازه. این روزها میبینیم خیلی هم اعتراض میکنن، میدونید تو اعتراضاتشون میرن بعضی ها ماهاشونو میزنن در اعتراضاتشون، و منم اینجا با اجازه قیچی آوردم و میخوام ماهامو بزنم فقط برای اعتراض، و این کاری نمیکنه. یعنی و دیدم که خیلی ها ماهاشونو زدن و من فقط این اعتراض منه و میدونم که این هیچ نشانه دیگه ای نداره. فقط میخوام بگم که با عزیزان من در ایران یک دل هستم، یک فکر هستم و من هم اینجا معترضم و با شما هم درد هستم و میدونیم که دعای ما تاثیر داره. دعاهای ما خیلی قوی تر کار میکنه تا اعتراضات ما. اگه شما میرید تو خیابون ها با تنفر و با خشم معترض هستید، شاید این کاری نکنه، ولی دعاهای شما خیلی قوی تر هستش، خیلی بیشتر دعای شما عمل میکنه. شما میتونید ادامه بدید به آیات. من ای خدا چجوری ادامه بدم؟ واقعا متاسفم برای اتفاقات که برای بانوان ما میفته توی ایران، به خاطر که فقط قسمتی از موشون بیرون بوده، ولی میدونم بیش از یک اعتراض هست، بیش از یک خشم هست، بیش از یک دل دپر درد هستش. افتخار میکنم به همسرم که بدون هیچ اجباری خودش تصمیم گرفت این کار بکنه. اصلا من هیچ صحبتی هم نکردم که بخواد اتفاق بیفته. حالا همشو نزن دیگه، همه رو نزن جانم. بله، خدا قادره، خدا قادره. بگیم با هم دیگه، همونجا که هستی، اگه ترکیه هستید، اروپا هستید، آمریکا هستید، داخل کشور میدونم به تماشا میکنید، بگید خدا قادره. آقا و خانومی که به هر علتی دارید شما ظلم میکنید، دارید بانوان ما رو اذیت میکنید، بهشون تجاوز میکنید، دختر 14 ساله رو بهش تجاوز میکنید، میکشیدشون، توبه کنید، توبه کنید تا دیر نشده. توبه کنید. چند بار گفتم من نوح نیستم و نوح سالها این کار کرد، مردم مسخرش کردن، شما این کار کردید، ما توهین کردید به خواهر فوت کرده من، توهین کردید به مادر من که نمیبینه، توهین کردید به همسر من، توهین کردید به بانوان ما تو ایران، توهین کردید. توبه کنید که اگه توبه نکنید بلایی سرتون میاد. گوش کنید من چی میگم، بلایی سرتون میاد که باور نکردنیه، نه در این دنیا بلکه در اون دنیا همین.